درسته، سیما رو جانم جا به جا کردیم. نه این گیره گوشی منو یکی نمیدونم صدو بردار اون ذره بود پس به موهام وصل کرده بود چون که یقه پیرن وصل کنه. بچه‌ها واقعا خسته نباشن، یه مقدار داره خون ریزی مشکل نداره. نه اشکال نداره. آره. کنترل کن خودتو اصلا هیچ. آره هیچ چی نمیگم. نه. همینجا خون داره میره و من مثلا وسطای مصاحبه بیهوش میافتم وسط زمینم. هنرمندای ایرانی قشنگ در سراسر گیتی قشنگ پخش شدن و هر کدوم توی یک نقطه فعالیت میکنن. و استعدادی که استعدادهای مختلف و بسیار توانمندی هم هستن. مثلا من فکر نمی‌کردم ایتالیا مثلا هنرمندی داشته باشیم که البته هستن یه چند تا از الان بچه‌ها حمله نکنن. یه سری هنرمندای خوبی هستن که فعالیت میکنن. یکیشونو به هر حال ما از بچهای خطه ایتالیا که ایتالیایی هم به هر حال شبیه مان دیگه، میدونی که ما معروفیم، همه ما رو ایتالیایی میدونن. همه تو تونی، من انجلا، ایتالیایی ما. بله تو البته زیاد شبیه ایتالیایی نیستی، بیشتر شبیه چیام پس؟ تو شبیه مثلا بذار بگم آلمانی هستی. چرا چی شد؟ یه خود چیز سری دیگه یخم یعنی؟ نه 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 خیلی خوب. حالا شما این نجات پرستانه نزن، زشته. بله درست است، خیلی زشته. مهمون امشب، مهمون امشب شما با ایشون دوستای مشترک زیادی دارین. خب اگر... بیسوالیه؟ آره خب بیسوالی نه دیگه، معطلش نکنیم، معطلش نکنیم. پیمان سلیمی داشتیم، ما همچنان صحبت می‌کردیم تا هم اون پشت استودیو دیگه می‌تونستیم داشتیم می‌خوابیدیم داشتیم می‌رفتی که بخوام اینجوری می‌شد. یا خب چه خبر؟ همه چی خوب؟ همه چی خوب؟ عالی. آره شما چه می‌کنی؟ فعالیت‌ها دست شما تعریف کنید. ما در واقع شو فعالیت‌هامون بیشتر شر رو خون به پا کردن، زیاد بخش هنریش بخش کناری داستانه. اسم هنری داره ولی بیشتر جنگ و کتک و کتککاری و خیلی هم خوب آتش به پا کردنه. البته پیمان یه لطفی کرده بود، یکی از آهنگ‌هاش رو که هنوز منتشر نشده بود رو برای اولین بار به عنوان مهمون بخش موسیقی یا موزیک برنامه اجرا کرده بود. چقدر آهنگ قشنگی بود و هم حال کرده بودن. مرسی. و دیگه چون گرفتار بودی اون موقع زیاد سفارشی برای سفارشی آوردی ولی خب دیگه از تنور. ولی خب اون موقع خیلی هم گرفتار بود چون فقط فرصت کردیم کارتو پخش کنیم، دیگه مصاحبه رو گذاشتیم واسه این دفعه. بله آلبوم هم قراره بیاد بیرون از این آلبوم. آره در دست احداث می‌کنم اوایل تابستون فکر کنم منتشر بشه. اولین اوائل... آلبومم که کلا آهنگا فارسیه چون من تا حالا بیشتر به انگلیسی کار می‌کردم. Am I more so full? Where am I coming down now? Can we start over? خب چرا به انگلیسی بیشتر کار می‌کردی؟ غرب زدگی. چرا؟ چرا؟ غرب زدگی. ولی نه بیشتر فکر کنم به انگلیسی کار می‌کردم چون از صدای زبان انگلیسی با اون سبک موزیکی که من کار می‌کردم فکر می‌کردم بیشتر با هم به هم دیگه بیشتر می‌خورم، با هم بهتر مچ می‌شن. تا اینکه این اواخر یه ذره برخورد به حال فارسی نوشتن هم یه ذره روان‌تر شد چون قبلا اینکه اصلا از ایران برم خب همه کارا که می‌نوشتم فارسی بود ولی مدت دور شدم از اون فضا تا اینکه دو سه سال اخیر یه ذره باز دوباره. کدوم هنرمندای ایرانی رو تو بیشتر تاثیر گذاشتن؟ هنرمندای ایرانی من فکر کنم که مثل همه گیتاریستا تو ایران فرمرز اصلا از بچگی خب آره دیگه یعنی اگه اون آهنگ نبود که اصلا معلم های گیتار که تو ایران اصلا کار نمیشه، شغلی نداشتن. خب از سیامه که ما خودش یکی از این کار هاست، یعنی واقعا هر کی هر پولی در میاره یا هر کی هر پولی در میاره به عنوان معلم گیتار تو ایران یه درصدی باید به آقای اصلانی به نظر من بده. واقعا همینطوره، یعنی قلک باید درست کنه یا آقا مثلا ساعتی انقدر برای شما چون که آره یکی آقای اصلانی یکم به گروه جیپسی کینگز البته. آره جیپسی کینگز ایرانی ان البته دیگه. آره اونا آره اونا که اصلا ایرانی محسوب میشن، پاسپورتشون هم گرفتن. آره اونا پاسپورتشون هم گرفتن بعد اون دارن اصلا پول کریم خان فکر میکنم زیر پول دارن بچه ها کار میکنن. تو خسته از رنگ نگاهت،
راستو تنه میزنی به پا من هنوزم چشمم به را بعد تو خودم رو بردم زیاد. خب خیلی خوب، خیلی هم خوب. چجوری اصلا تو وارد عرصه موسیقی و کار موزیک شدی؟ من از بچگی پیانو میزدم، کیبورد میزدم. خانواده اهل موسیقی هستن یا؟ اهل موسیقی دوستم، ولی هیچ کس توی خانوادم تقریبا کسی نه ساز میزنه نه اهل، یعنی نه نقاشه نه مجسمه ساز، هنرمند نداریم. اصلا خانواده هنرمند نیستم. نه من بابا مهندس، مامانم دکتره، اصلا ربطی نداشت. ولی خب همیشه حمایت کردن از بچگی. اولین همون مگه مامان بابا دکتر و مهندس باشن که بذارن بچه بدن. هنرمند بشه، وگرنه اتفاقا اونم یه داستان جالب چون خیلی آره چون تا وقتی قضیه تفننی بود و سرگرمی بود خب آره حمایت میکردن. موقعی که خواستم دیگه، یعنی سال آخر دبیرستان خواستم کنکور هنر شرکت کنم، خب یه ذره اعتراض کردن. آره یکم. خب و کنکور هنر رو شرکت کردی؟ چی شد؟ آره دانشگاه تهران قبول شدم، هنر زیبا. من موسیقی خوندم 3 سال خوندم ولی ول کردم، اومدم فلورانس ایتالیا. اونجا هم لیسانس گیتار کلاسیک هم گرفتم و فوق لیسانس هم آهنگسازی موسیقی الکترو آکوستیک که در واقع کانتمپرری میوزیک میشه. در و همچنان خانواده مدرن؟ نه الان دیگه فکر کنم راضی شد. الان راضی هست؟ آره فکر کنم. آره خودت چی؟ خودت هم راضی؟ من خودم راضی هم. آره چون ببین سبک کاری که انجام میدی، سبک موزیکت متفاوته به نسبت کارهای عامه پسند. خب این دلیل، حالا نه اینکه بگم موفق نیست، ولی به اندازه کارهای پاپ یا عامه پسند شنیده نمیشه. هیچ وقت به این فکر کردی که شاید مثلا یه تعدادی کار اونجوری داشته باشی؟ راستش نه، خیلی به این مسئله فکر نمی کنم که حالا کدوم مسیر رو برم یا گرایشم چی باشه. خیلی ناخودآگاه هر چی از درون آدم بیاد بیرون به نظرم باید به اون بسنده کرد. چون مثلا حالا فکر کنی من امروز مثلا تصمیم بگیرم فردا کار عامه پسند، مثلا کار من نیست. میخوام ببینم دوست دارین سبک یه ده هستن به حدی دوری میکنن از این سبک موزیک که انگار مثلا یه چیز عجیب و غریب. نه من مثلا همچین، نه آقا مثلا من. حالا تو میخوام ببینم اون حالت رو داری یا کلا داری مثلا که آره یه ذره دارم. آره یعنی احساس میکنم که اگه تو درون خود فکر میکنی یه چیز بهتر هست که میشه ارائه بشه و مبارزه نکنی برای اینکه مثلا گوش مردم رو عادت بدی به اون چیز بهتری که در ذهن خودت بهتره، خب با خودت یعنی رو راست نبودی. به نظرم تلاش کسایی که اونجوری فکر میکنن این باید باشه که مردم بیارن سمت خودشون، حالا هر چه قدم موفق نباشه. چون داره بحث داره به جای باری کشته میشه. مثلا بریم اتاق فرمان برمیگردیم دوباره ادامه میدیم. آره سنگین شده. همچنان در خدمت پیمان سلیمی عزیز هستیم از ایتالیا. از ایتالیا، از برای بچه های ایتالیا، یکی گروه بولند یا همون بولند که بولندش کردن شده. که توی اکس فاکتور یا بله. اکس فاکتور بود فکر میکنم یکی از برنامه های استعدادیابی جزو پنج تای آخر شدن، یعنی هشت اول شدن آخر که آخر اول منم دنبال شادی اندیشانی میگه منم پشت سرش مثلا میگم آره اصلا حذف شدن منفجر شد جز پنج تای اول شدن. با اونا هم کار کردیم مثلا اینکه ما خب خیلی وقت هم دیگر میشناسیم. همکاریمون با سعید امان خیلی کار میکردم، یعنی کار مسترینگ براش انجام میدادم و آلبوم اول بلندم من مسترینگ کردم. همکاری ها حالا در آینده نمیدونم به کجا بیشتر خواهد شد. خب خیلی دوستای خوبی هستیم و به هر حال دیگه. با کیا کار کردی؟ من با گروه ایندو با شادی یوسفیان یه آهنگی خوندیم که در واقع ترجمه فارسی یکی از کارهای انگلیسیم بود. اصلا داستان فارسی خوندن من از اونجا شروع شد. اصلا اون اتفاق باعث شد که فارسی بود؟ اصلا خود شادی خیلی اصرار کرد که یه کار فارسی بده بیرون. حالا چه اصراری داشتی نخونی تو فارسی؟ من اصرار نداشتم اتفاقا، من تو نمی اومد تا اینکه این کارو ترجمه کردیم. چیکار کردی اومد؟ کارا کردیم حالا خواست باجی صحبت نکنم. این شد که آره با شادی یوسفیان و اردلان پایوار روی این آهنگ کار کردیم و در واقع اولین کار فارسی من با اونا شروع شد
شعرش اردلان نوشت، من یه ذره تغییر دادم، بعد با شادی خوندیم و بعد از اونم دیگه کارهای فارسی دیگه همجوری تولید شد. بعد با علی عظیمی هم فکر میکنم یه کارهای انجام دادم. علی عظیمی رو خب همیشه کارش رو دنبال میکردم، تازگی با هم آشنایی شخصی پیدا کردیم، یه کنسرت برام برگزار کرد در بهار سال گذشته. ما هم اومدیم اون کنسرت رو، بعدم پروشو به خواهد دیم پروشو به پس بیدیم. آره حتما با عنوان رفیق دیگه برای من پول خود کنسرت که نبود برای حساب کنیم آخر برای خب یه آبجو برد میخواهم. خب بعد با علی خلاصه یه فازی گرفتیم، فاز همکاری، و دعوت کرد که بیام براش در واقع باز چی گشایش کنسرت برای اینکه اوپنینگ رو استفاده نکنیم. خب. کنسرت لندنش که اولین کنسرت تور آلبوم جدیدش بود، افتخاری داشتم که اول برنامه چند تا از کارامو اجرا کنم. واقعا هم لذت بردیم، ما هم اتفاقا اون رو هم حتی اون رو دیگه با تو حساب نمی‌کنم دیگه، اون با علی حساب می‌کنم، اون با علی حساب می‌کنم، مال تو رو جداگونه کلی امشب کاسبی. آره دیگه امشب دیگه من خوب شد کاسبی گفتی، خود تو چجوری امرار معاش می‌کنی کاسبی؟ نه هم که لجبازی رو میگیم، من از آهنگای مردم پسند خوشم نمیاد و دیگه بالاخره هر کی یه جوری. خب بگو ببینم چجوری پس امرار معاش می‌کنی؟ من کار تدریس می‌کنم. تدریس؟ تدریس گیتار تو دبیرستان درس میدم. تو ایتالیا یه سری دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی هستن، حالت هنرستان، منتها نه مثل هنرستان ایران که کلا مثلا دیگه فقط موسیقی باشه، حالت نصف نصف داره، یه مقدار درس‌های معمولیه، موزیک هم داره. آره ولی متمرکز روی موسیقی، و مجبورن که یه دو تا ساز بزنن. اینا که خب به هر حال آموزش پرورش سری امکانات مالی به خانواده ها میده که بتونن کلاس برگزار کنن، و برای معلم هم خوبه مثل من. چه سنایی هستن؟ بیشتر شما مثلا از سوم راهنمایی تا مثلا 17-18 سال. حوصله شو داری واقعا؟ وقتی جوانتر بودم حوصله میشی بهش نمیاد، ولی الان نه، الان اصلا یه جور اعتیاده، یعنی دو سه روز تدریس نکنم در هفته جدا انگار خودم رو گم میکنم. آره چه جاله، چون به نظر آدم زیاد با حوصله نمیاد. اصلا دعوا میکنه از اون بد اخلاق. بد اخلاقی نه؟ نه اصلا. چی میگه شاریه؟ چی هست که جدا میشه دیگه رو منفجر میکنه. آها اینجوری گفتم، یعنی این قیافه معلومه که این قیافه در واقع میشه گفت خطرناکیه. آره خب خوبه گیتار یه دفعه. حالا این مسمالین به گیتار خریدن میرسید، هر روز گیتار خورد میشه میشونی واقعا؟ تا حالا شده که اصلا مثلا یه دفعه مثلا وسط یکی از اجرا تصمیم بگیری مثلا بزنی بشکونی گیتار؟ آره یه بار با یه صدا برداری انقدر اعصابم خورد کرد صدا بردارا، حتی تو این نباشه به صدا بردار آره ما صدا بردارم البته الان با قمه میاد پای خودش خراب نکنه الان، ولی شده مثلا صدا توی مانیتور بد بوده، هی میگه بیار بالا بیار پایین، آخرش دیگه یا مثلا وسط آهنگو ول کردم گیتار انداختم زمین رفتم. آره من یه بار دیگه یه گیتار پرت کردم، ولی نه یه جور آروم چیزی نشد. جستش اومدم با گوشم رو پایه، از دور دویدم چرخون بود اینجوری. حالا امشب هم بعد واسه ما یه آهنگ اجرا بکنی، یعنی ما به این راحتی نمیذاریم بری. حالا یه فکر نکنی یه بار اجرا کردی دیگه این دفعه هم پس پول اون برنامه رو دیگه نمیدن. پول راجع پول صحبت کن، من پول حساسم. پول کنسرت رو به زبون خوش میدی یا میگم بچه ها تو کیفت بردارن بالا؟ باشه چیزی پیدا کردم نیست اصلا چیزی. ما یه بازی آخر مسابقه با مهمونامون انجام میدیم که فکر کنم بلند شد بزنه. ایول بودم. بعد یعنی گیتاره بود. آره گیتاره بود. گرفتی آب خوردی. بذار ببینیم چه بازی رو برات انتخاب میکنیم دیگه. باشه. معمولا شادی انتخاب میکنه. ببینیم چیکار کرد. خب پیمان امشب برات بازی ارهاکی رو انتخاب کردم. میدونم تا حالا بازی نکردی. قور نزن. قور نزن. بازی کردم. بازی کردی؟ بازی نکردم. عمرش تا الان چیزی نیده بود.
من میدونم مطمئنم بازن ریخته اصلا نمیخوره به این بازی ولی من میدونم آره مگه شانس اولین بار برنده میشی من مطمئنم شانسم حالا ما تازه سختش هم کردیم جدی بازی میگم شانسم خیلی خوبه جدی دو تا امشب سختش هم کردیم چون دو تا رو دو تا تو دیگه هر کس پس بیشتر گل میخوره دیگه آره ببینیم متعریف 3 2 1 آفرین یکی پیما مواظب باش آقا تو چشو چالمون هست اون تو چشو یه زیره چیزته اون زیره یکی هم این زیره آره برو داره این تاکتیک ها رو استفاده میکنه دوتا برای گمراه کردن تو پیما نذار گمراهت کنه خیلی زخده خیلی آفرین یه بار دیگه امتحان آها پیما نذار جت لگ چه حرکتی بود؟ بیا، دوتا چی میبینیم؟ سه من سه من دارم گرم میشم، برو من سه مال جت لگه ولی سینا مال جت لگه من جت لگ دارم هم سینا گرفته یک... نه دیگه یکی بذار واسه خودت یک یکی است به نفع پیمان سه یک وایسا بیا یه بازی کن بایی بازی ها سه اونو دو کن سه دو پنج تاییه پنج تاییه کو از اون یکی کو آه اینجاست ببین اینو اینجوری میذاری نشد آفرین دفاع پیمان خیلی خوبه آه دیدی چی گره آها با دوتاش بازی کن دیگه پرواز پرواز به سویه خودم راست سرمو چون بود میتونم بمونم امشب من اینو بازی کنم در سویو اینو یه خودت زدی من کاری نداشتم اصلا سه چهار شد یکی دیگه مونده نه بده من بده من بده من ببین میخوام اصلا با یه حرکت چیز بزنم به زیدانی دو قلو اینجوری ببین اینجوری اینجوری چار برو کلا آخر شش تایی همینطور تقلب همینطور تقلب بازی بدون نداره دیگه بازی نه نه شش تایی چند چنده پنج بیا بیا بزن پنج پنج برگردون پنج 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 چی؟ چرا بابا نمیزه؟ نه 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 تو باید برمیزه نکن دیگه بابا بارو 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 حالا من تو محله تو یه بارو تو میده محله بزن آها اینجوری بزنم اینا همش اینا همش ترفندهایی که تو رو گیج کنه اصلا آفرین یکی دیگه خیلی داره این کالک وووو تموم شد باری کلا یه وقت دیگه برنده یه وقت پیروز خیلی خوب بود عرق کردی ولی من اونجا من بردم یعنی واقعا دو بار رفیق بازی تو اگر نبود اینجا ما رو اگر تو آستینم من پرورش نداده بودم الان من برده بودم شما دستتو گرفتی من دستم اینجا بود قربونه دم این داشت میافتاد بره تو دهن سیامک من گرفتم مارادونا همینو گفت دست خدا بود اصلا دست خدا که من توپو داشتم برمی داشتم حالا اشکال نداره ولی بعد واسه میام همین بزنه تنهایی هم میزنی تا حال جا بیاد I like that one too.
سر ذره پیداش ز پشت بیشه بازم سفره برپاش سر ذره پیداش ز پشت بیشه بازم سفره برپاش صدای آشنا آفتاب دمید به پیچ کوچه ها آمد سوا آمد آمد در من شوی تو به نور آسمان بالا روی تو به سوی کهکشان آمد سوا آمد آمد ذره ذره پیدا شد ز پشت بیشه ها بازم سفره برپا شد ذره ذره پیدا شد ز پشت بیشه ها بازم سفره برپا شد Oh.